اشغال میشم جهنم ساس دل میشم رو بردن همومی همومی اشغال میشم رو بردن من آرزو داشتم یه زمانی یه هنرمند معروف میشدم اما نشد دیگه روزگار نذاشت نذاشتن مهم نیست الان اینجامو میخوام براتون یه برنامه خیلی جذاب و سرگرم کننده اجرا کنم پس وعده ما 19 آگوست سالن سنتینیل تئاتر همومیای همومی من سهراب سلیمی هستم کارگردان نمایشنامه از ایران آمدم برای اجرای نمایشنامه خلوتگاه در ونکوور کانادا دهکردی هستم در نقش پیرزن در نمایش خلوتگاه خب جناب سلیمی خیلی خوش آمدید به ونکوور ممنون حالا هوای تئاتر مثل اینکه این روزا تو ایران خیلی خوبه خب اگر منصفانه بخوایم داوری کنیم قطعا تغییرات و تحولات خیلی خوبی به وجود آمده به خصوص نسل جوان که الان من و شما داریم با هم صحبت میکنیم میتونیم تکیه بکنیم به سالن‌های آمفی‌تئاتری که به هر حال از روی هدف، تعهد، انگیزه و واقع‌بینی به وجود آمده و همین الان اگر میگیم 100 سالن آمفی‌تئاتر در تهران فعاله اینو مدیون واقعا نسل جوان هستیم و به تب میشه گفتش که اونم به خاطر اینکه تحولات هنر به خصوص در چارچوب مسائل تئاتر که صحبت ما هست خب فارغ تحصیلان بسیار زیادی دارن میان بیرون چه در دانشکده‌های دولتی، غیر دولتی و انتفاعی خب نتیجه‌ش هم همین تحولی میشه که قطعاً هست خب راجع به کاراکتری که شما در واقع نقشش رو ایفا میکنید هم یک صحبتی داشته باشین نمایشنامه 3 تا بازیگر داره یکی پیرمرد، پیرزن و یک جوان به هر حال پیرمرده و پیرزنه دو تا کاراکتر این نمایشنامه هستن که میان به دنبال پیدا کردن پسرشون و به هر حال با توجه به شرط سنی که دارن قطعاً به دنبال نسلی هستن که فکر تازه‌ای داره راه تازه‌ای داره و نشانه های تازه این کلمه صورتک توی کارهای شما همیشه مهم بوده راجع به این کلمه هم بر من بگید عرضم بزرگتون خب بی دلیل نیست من چون یکی از گرایش هایی که از عنفوان جوانی داشتم ماسک ساختن بود و این ماسک به منظره پنهان کردن تبدیل کردن نشانه و علائمی هستش که از تئاتر یونان باستان تا امروز استفاده های بسیار بسیار بهینه ای میشه و صورتک رو به این خاطر انتخاب کردم که وقتی که روی صورت قرار میگیره انسانی رو به انسان دیگر تبدیل میکنه حالا که صحبت رفت روی صورتک و ارتباطی که شما گروهی هم داریم به اسم صورتک بله درسته میخوام این فرصت رو در واقع مغتنم بشمرم و بپرسم راجع به خود تئاتر اصلا که کوتاه هم بگید که چطور اصلا شما وارد دنیای تئاتر شدین یا تئاتر شما رو پیدا کرد یا شما تئاتر رو پیدا کردید خب حالا جدای از رزومه زندگی من که خب در ایران تئاتر هست من از 7 سالگی رو صحنه هستم و شاید یکی از مشکلاتی که خانواده با من داشت این حس کنجکاوی، بی‌پروایی‌ام و دنبال اون چیزی می‌گشتم که همیشه احساس می‌کردم که تو بازی‌های دیگه نمیتونم پیداش کنم ولی تو تئاتر معمولاً منو نزدیک می‌کرد. خب در مورد گروهی که اینجا شکل گرفت با حضور شما لطفاً صحبت کنید و دوستان دیگه و به عنوان کارگردان اثر به اصطلاح خوشحال می‌شیم که راجع به ببینید من دوست خوبم بر حسب اتفاق در تئاتر شهر تهران من دید وقتی متوجه شدش که به هر حال منم قصد سفر به کانادا رو دارم
برای دیدن پسرم. خب از این فرصت برای یک ارتباط همکاری مشترک بهره گرفتیم و منم این فرصت رو مغتنم شمردم برای اینکه بتونم یک ارتباط نزدیکتر، یک کار جدیدتر و در یک فرهنگ متنوع‌تر انجام بگیره. خب مشتبه دانشی این امکان و شرایط رو فراهم کرد که از تهران تا ونکوور رو ما به هر حال به بهانه نمایشنامه خلوتگاه با هم باشیم و میشه گفتش که نمایشنامه را اگر در تهران انتخاب کردیم، بسیاری از شرایط نمایشنامه را در تهران با هم رقم زدیم و این شرایط میشه گفتش که در ماه اخیر که من در ونکوور از ابتدای ورودم تا امروز با ایشون هستم و زندگی ایشون و همراه ایشون و همسرش، میشه گفتش که برای من بسیار جذابه که وقتی رو صرف کاری کردیم که به هر حال دوستارش هستیم و امروز هم که باز من پیش شما دارم به بهانه این مصاحبه دوستان دیگری در واقع میشه گفت در ونکوور پیدا کردم که شاید هرگز فکرش نمی کردم. خب اینا رو همه رو میشه گفت از بستر مشتبه شروع میشه، امروز ختم میشه به البرز، ختم میشه به سارا و سایر دوستان دیگری که بعضی هاشون رو مستقیم میشناسم به خاطر ارتباط های خانوادگی، بعضی هاشون رو اگر ظرف این دو سه روز گذشته پیدا کردم، حس قشنگ معنوی هنرمندانشون تونسته با من این ارتباط رو برقرار کنه، مثل سارا و بقیه قضایی هم که دیگه داره دنبالش میاد. روزهای آخر تمرینی هستیم سخت و من دغدغه اینه دارم که کاری در خور توجه، کاری با تمام تعهد و با تمام تجاربم یقیناً این رو اطمینان دارم که این کارم متفاوت‌تر با کارهای پیشین من که به لحاظ آماری 122 کار اثر تئاتری رو یا بازی کردم یا کارگردانی کردم یا مشاوره دادم خواهد بود و از همین فرصتم استفاده می‌کنم برای تمام شهروندان ایرانی مقیم کانادا ونکوور که بتونیم ارتباط رو با هم برقرار کنیم، برای نشانه هایی که از دست رفته، برای به دست آمدن راهی که قطعاً میشه گفت راهکار آینده ما خواهد بود، برای ارتباط نزدیکتر، فهیمانه تر، برای دیالوگ بهتر. سرده سرده خانوم، صد دفعه بهت گفتم یه چیزای درست حسابی بردار. اصلا هم سردیست، اینقدر گرمه اینقدر گرمه. گفتم دیگه وعده ما 19 آگست سالن سنتنیل تئاتر ساعت 8 شب. منم مشتبه دانشی هستم در نقش مرد یا همون بازیگر دورگرد. همومی فرچه با دیچم رو بردن. آقا برداشتم، هر چی دم دستم میرسید برداشتم، اما اینو نمیفهمم. به امید دیدار در شب اجرا.